به پارک بعضی جای رفتن هم میتونن، اما چطور میتونن آزارانه برن به جنگ؟ ببینید بازم مفروض های شما خیلی درست نیست. افغان ها، برادران و خواهران افغانستانی ما در ایران میتوانند مدرسه برن، مدرسه بزرگسالان برن. 480 هزار دانش آموز ما داریم، 20 و چند هزار بزرگسال داریم که داره آموزش مبارزه با بیسوادی میبینه، مخصوصا خانم های افغانی. 23 هزار دانشجوی افغانی داریم، تعداد زیادی. ما فقط 500 دانشجوی افغانی رو در دانشکده های پزشکیمون داریم آموزش میدیم. ما افتخار میکنیم که بسیاری از مسئولین افغانستانی در دانشگاه های ما درس خوندن. این برای ما افتخاره که در خدمت برادران و خواهرانمون بودیم. اگر اتفاقی افتاده در مورد کسایی که متاسفانه برای سودجویی قاچاق انسان میکنن، 12 نفر رو در یک ماشین، در یک اتومبیل که 4 نفر جا داره قرار میدن و در اتوبان ها با کارهای خطرناک این قاچاق رو انجام میدن، خب متاسفانه اتفاقاتی میفته. ایرانی هایی هم که ممکنه از این روش استفاده بکنن با خطر مواجهن. سیاست ما همواره این بوده که مهاجرین افغانی، پناهندگان افغانی و کسانی که غیر قانونی یا قانونی در ایران هستند از امکانات ما استفاده میکنن. ببینید الان ما یک مشکلی بود که بعضی از برادران افغانی ما که در بانک صادرات حساب داشتند نمیتونستن کارت بانکی بگیرن. حالا میتونن؟ ما رفتیم این مشکل رو، همکاران من رفتن دنبال کردن و انشالله در هفته آینده بعضی مقررات